بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما دوستانی که همین اکنون بیننده برنامه افطاری از تلویزیون طلوع هستین. بسا از روزدارانی هستن که بجز از گرسنگی و تشنگی کدام اجر و پاداش دیگری از روزه نمیبرند. پیرامون از این حدیث تحلیل میکنیم و صحبت های داریم که اینا چه گروهی هستند، چه کسایی هستند که از اجر و ثواب روزه محروم میمانند. سلام جناب استاد، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. سپاس، ممنون از شما. جناب استاد، قسمی که در ابتدا هم اشاره کردیم، حدیثی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمودن، ابی هریره روایت کرده که بسا از روزدارانی هستند که بجز از گرسنگی و تشنگی کدام اجر و ثواب دیگی از روزه نمیگیرند. میشه که پیرامون از این صحبت بکنین که اینا چه گروهی هستند، چه اوصافی دارند که اینا روزه میگیرند ولی که اجر و پاداشش برشان داده نمیشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. باز عرض ادب دارم و سلام دارم خدمت بینندگان عزیز منبر وزین طلوع، هاکذا به هموطنان عزیز ما که در گوشه و نقاط دنیا مهماندار ماه مبارک رمضان هستند. برای همیشان روزهای خوش، روزهای پر از فیض آرزو میکنیم که ماه مبارک رمضان را با لحظات خیلی خوش، شاد در عبادت، در نیایش و در پرستش خدا یگانه بسر برن انشاءالله. این حدیثی را که جناب شما قرائت کردین و زیبا هم قرائت کردین، این عطف میشه به یک حدیث دیگری که باز هم راوی از او حضرت ابو هریره هست که از نبی کریم صلی الله علیه وسلم نقل میکنند که من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجت فی ان یدع طعامه و شرابه. آن که قول زور، سخن باطل را رهانه کنه، به دنبال از او نره و عمل کردن به سخن باطل و به حرف باطل ترک نکنه، خدا هیچ نیازی نداره، حاجت و ضرورتی نداره در این که شخص خورد و نوش خود را ترک بکنه. این دو حدیث شریف که یکی را شما تلاوت کردین، یک مفهوم و یک معنا را میرسانه که ماه مبارک رمضان یا روزه گرفتن تنها آنمساک یا بستن دهن از خوردن و نوشیدن نیست، بلکه یک پیام بزرگ دیگری داره. پیام ربانی است و پیام الهی بودن این عمل است. پیامی هست که در واقع نخوردن و ننوشیدن و اجتناب از آنچه که نهی شده در ماه مبارک رمضان نماد و سمبولی هستند به یک سری یا یک سلسله دساتیر و فرامین دیگری که باید ما او را رعایت بکنیم. او چی هست؟ من لم یدع قول الزور، کسی که سخن باطل را ترک نکنه. این سخن باطل چیست؟ بله. و چه زیباست این حدیث پیامبر گرامی اسلام که از جمله جوامع الکلم است، یعنی کلمه بسیار زیاد کوتاه، مختصر و موجز، یک وجیزه اما دنیای از معانی رو برای خود داره. کسی که ترک نکنه سخن زور و حرف باطل را، یا که شما حدیث پیشتر روایت کردین که عیناً این مفهوم میرسانه، یعنی در ادبیاتش، در طرز سخن، طرز گفتار، در نیت این شخص تغییری نباشه، مثبت اندیش نباشه و مثبت نگر به جامعه نباشه و در جامعه از سخن این شخص بوی یا عطر خوبی تراوش نکنه، پس این قول زوری است که کسی از او باید اجتناب بکنه، از سخن باطل دوری بگیره. این سخن باطل در مصداق‌های مختلف و متعددی به خود میتونه داشته باشد. رفتار یک شخص در اداره، رفتار یک شخص در خانواده، رفتار یک شخص در کوچه و بازار و بالاخره زندگی اجتماعی، همه این را این دو حدیث نبی گرامی اسلام تاکید میکنه که کسی که حرف باطل، حرفی که او منفی هست در جامعه، سخن است که یک خاطری را جریحه‌دار میکنه، ای را رها نکنه، دنبال ازی او را ترک نکنه، رهایش نکنه، چون این شخصی هیچ نیازی الله مطالبه ای نداره که خورد و نوش ترک نکنن. جناب استاد، دقیقا وقتی که ما میایم سر از این موضوع بحث میکنیم، شما اشاره کردین قول زور را، و امروز در جامعه ما اکثرا کسا فکر نمیکنن که ما از نظر اخلاق هم مؤاخذه میشیم یا از نظر زبان هم مؤاخذه میشیم. اکثرا وقتی که ببینیم دشنام هست، فحشگویی هست، ناسزا گفتن هست، خصوصا در ماه مبارک رمضان بعضی ها
در خانواده ها مشکلات را پیدا می کنن، والا نان خوب پخته نکردین، نان ناوقت شد یا وقت شد یا چنین غذا یا چنان غذایی هستن. به هر صورت میشه که پیرامون از این هم صحبتی داشته باشیم که اینا هم شامل قول زور میشن یا نه؟ دقیقا روایت دیگری داریم که پیامبر گرامی اسلام میگه که المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلم و مؤمن آن است که دیگران از شر زبان و از شر بیان از او و از شر دست از او در امان باشند. ما ببینیم یک بار به خود مراجعه بکنیم که آیا در زندگی اجتماعی خود، زندگی فردی، زندگی خانوادگی، آیا ما به این حدیث عمل کردیم؟ آیا در خانه ها ماه مبارک رمضان ما به عنوان یک عبادت، به یک فرصت و به یک فصل و به یک موسمی که ما میتونیم او زنگارهای روح و روان خود را ایجا بزداییم، به این استقبال میکنیم یا پذیرایی میکنیم، یا ای که به کچخلقی و بدخلقی و کم مهری به خانواده و بهانه جستن با بهانه های ناچیز و اندک، آیا ما در این ما از ظلم و از پدیده های ظلم دوری میکنیم، یا ای که خود این ما چون فلسفه شده میفهمیم رمز و راز این ماه را ما درست درک نمیکنیم، ما میریم به طرف ازی که این وسیله میشه، بهانه میشه برای اذیت خانواده، اعضای خانواده و کسایی که با در زندگی روزمره خود ما با واسر و کار داریم. دقیقا که آنچه که نبی کریم ارشاد فرمودن این است که نه، کسی که در این ماه مبارک رمضان من لم یدع قول الزوری از سخن باطل و العمل بهی و رفتار خودم از باطل باید دور داشته باشد، نه تنها که اما گفتار بلکه کردار هم از کردار باطل، از اعمال باطل، از اعمالی که در اوج حق تلفی هست، ظلم است، تجاوز و تعدی به حقوق دیگران هست، از این اگر دوری نکنه، اجتناب نکنه، هیچ نیازی نیست به که دهن خود ببنده. اشاره که پیشترم خدمتان داشتم، برای یک مؤمن کمال ایمانداری از او تجلی داری میکنه که روزه نگیره و در ببخشین نخوره و ننوشه. کمال ایمانداریش تجلی داری دو عمل میکنه. وقتی که آنجا ایمانی نباشه، آنجا باور درستی نباشه، در واقع اصلاح نفس و اصلاح اخلاق وجود نداشته باشه، پس خوردن و ننوشیدن هیچ پیامی رو برای جامعه نداره و هیچ اثر و تأثیری رو در تکوین شخصیت یک شخص نداره. دقیقا جناب استاد، وقتی که ما و شما در جامعه خود نگاه میکنیم و میبینیم و موضوعات بالای خصوصا پیرامون رمضان و فضیلت ماه مبارک رمضان و امساک و اینا میشه، ما میبینیم که با دو گروه افراد روبرو میشیم. یک گروه افراد هستن که آنقدر محکم هستن که حتی اگر از مریضی یا از شدت درد بیخی دیگه حالتشان خراب شوه، حاضر نیستن که روزه را افطار بکنن. اما یک تعداد کسایی هستن که بسیار سطحی میبینن روزه ماه مبارک رمضان را، حتی یک تعداد اعمالی که در ماه مبارک رمضان انجام دادنش جواز نداره و سبب میشه که روزه فاسد شوه یا روزه از ثوابش از بین بره، او را انجام میتن. به طور مثال شاید شما هم برخورد کرده باشین، تعدادی هستن فکر میکنن که روزه تنها امساک عن الاکل و شرب، امساک از خوردن و نوشیدن، نگهداری یا نخوردن و ننوشیدن هست و متباقی از این چیزها به طور مثال استفاده از نسوار یا استفاده از سیگریت را فکر میکنن که اینا باعث بطلان روزه یا فاسد شدن روزه نمیگرده. میشه که پیرامون از این هم صحبتهای شما را بشنویم که چقدر اساس شرعی داره یا نداره؟ بله، بحث ما بسیار به زیبایی از امو حکمت و فلسفه روزه منتقل به بحث احکام فقهی روزه شد. بله. و زیبا هم شما گفتین. در قدم نخستین که دین یک راه است که در بین افراط و تفریط است. طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، قرآن کریم میگه این قرآن برای مشقت و سختی نیامده، خطاب به پیامبر اکرم میشه. در اون موردی که شما فرمودین و در جامعه ما یک نوع یا سهلنگاری و یک نوع دید بسیار زیاد پیش و پا افتاده به روزه، چون این چیزی در قاموس روزداری و روزه گرفتن نیست. فقه اسلامی به صورت مشروع، مفصل و مبسوط مکملی را توضیح کرده که
آن چیزی که در وجود انسان یک تغییری رو میره، یک تحولی رو میره، با خصوص وقتی که شما اشتها و میل و علاقه به او دارین و علاقه و میل شما سبب میشه که یک تغییرای به اصطلاح بگیم که تغییرات فیزیولوژیکی در وجود به وجود میه، تغییرات شیمیایی در وجود میه به وجود میه. این دقیقاً کل یا مفترات روزه ای گفته میشه، خلاصه ای که استفاده از نسوار، استفاده از سکرت و هر آن چیزی که شبیه اینها است، اینا دقیقاً از شکننده های روزه هستند. شکر، وقفه کوتاه داریم و دوباره برمیگردیم.